ششمین روز دی ماه برابر با 27 دسامبر سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، ایجاد صندوق بین المللی پول در سازمان ملل متحد. صندوق بین المللی پول موسوم به ایموف با شرکت 44 کشور تأسیس گردید و مفاد قرارداد صندوق به اجرا گذاشته شد. این صندوق به طور سالانه تشکیل جلسه می دهد. اهداف صندوق بین المللی پول که از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد و در این حال یک نهاد مستقل بین المللی است، عبارتند از تسهیل همکاری پولی بین المللی، ایجاد ثبات در نرخ برابری ارزها و تنظیم این نرخها، کمک به برقراری یک نظام چند جانبه، پرداختهای ارزی و از میان برداشتن محدودیتهای ارزی، ارائه کمکهای لازم برای تأمین منابع مالی کشورها در جهت حفظ موازنه پرداخت آنها. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول تأمین اعتبارات موردی و موقت برای اعضایی است که در موازنه پرداختهای خود با مشکل مواجه شدند. در عوض کشورهایی که از این اعتبارات استفاده می کنند موظفند اصلاحاتی را که صندوق بین المللی پول برای رفع این اشکالات توصیه می نماید اجرا کنند. سال 1314 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، تأسیس بنگاه گالوپ، معتبرترین و بزرگترین مؤسسه آمارگیری جهان. از جمله روش‌های آماری در روانشناسی اجتماعی مراجعه به عقاید و آراء عمومی است. بر این اساس جورج هاوس گالوپ، یکی از متخصصین استفاده از روش‌های آماری در مطالعه افکار و عقاید عمومی، مؤسسه استخراج عمومی را بنیاد نهاد که به نام خود وی گالوپ خوانده می شود. مخارج این مؤسسه از حق اشتراک مؤسسات تبلیغاتی و تولیدی در ایالات متحده آمریکا تأمین می شود. بسیاری از کشورهای جهان در مواردی گوناگون جهت اطلاع از افکار عمومی به این مؤسسه مراجعه می کنند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، در گذشت هواری بومدین، فرمانده نظامی و سیاستمدار الجزائری که پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه الازهر مصر در همان دانشگاه به تدریس پرداخت و در آنجا بود که با احمد بن بلا، مبارز معروف الجزائری، آشنا شد. بومدین به توصیه بن بلا به جنبش ضد فرانسه در الجزایر پیوست و فرمانده کل چریک‌های ضد فرانسه در الجزایر گردید. او در تونس نیروی مجهز و کارآزموده‌ای مرکب از 30,000 نفر را به وجود آورد و پس از استقلال الجزایر با نیروی نظامی خود از تونس وارد الجزایر شد و پس از نبردی سخت با حکومت مرکزی دولت را ساقط کرده، احمد بن بلا را به ریاست حکومت جدید رساند. بومدین سپس به دفع شورش‌های داخلی و بازگرداندن امنیت کشور پرداخت، اما سرانجام با یک کودتا علیه بن بلا وی را برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت.